زنان و مردان شریف ایران زمین درود بر شما در این روزهای تاریخی و حساس میهنمان با بسته دیگر در کنار شما هستیم انتشار خبری که نظام را نقره داغ کرد خشم خامنه ای بازداشت یک گردان از پدافند ارتش دست رد و تحقیر دوباره جمهوری اسلامی پیش از پرداختن به مشروع این دو عنوان خبری از شما یاران کانال می‌خواهیم لطفاً همین الان ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظر خودتون رو به فارسی و انگلیسی برای ما کامنت کنید. انتشار یک گزارش فنی جمهوری اسلامی را نقر داخت کرد. خشم خامنه از یک اتفاق پنهان شده. پایگاه خبری آکسیوس روز جمعه 25 جمعه آبان به نقل از دو مقام اسرائیلی گزارش داد که حمله بامداد پنجم آبان اسرائیل به پارچین توسعه دستگاه انفجار هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی را به شدت دشوار کرده است بر اساس این گزارش حمله ای اسرائیل به سایت طالقان دو این دستگاه پیچیده را که برای طراحی و آزمایش مواد منفجره پلاستیکی احاطه کننده اورانیوم در یک وسیله هسته‌ای ضروری است از بین برده است منابع داخل ایران با تایید این خبر گفتند برنامه هسته جمهوری اسلامی با این اتفاق نزدیک یک سال به عقب افتاد و دقیقا به دلیل همین مسئله نظام مجبور به عقب نشینی شد چون قرار بود یک ماه دیگر رژیم اولین بمب هسته خود را آزمایش کند و حالت بازدارندگی مقابل تهدیدات آمریکا و اسرائیل صورت گیرد انفجار این دستگاه فوق حیاتی باعث خشم مقامات نظام به خصوص علی خامنی شده طوری که تمام عوامل حفاظت سایت پارشین که از نیروهای پدافند ارتش بودند بازداشت و با دادگاه نظامی روبرو شدند از جمله یکی از فرماندهان سایت با درجه سرتیپی نیز تحویل مقامات دادگاه نظامی شدند عوامل امنیتی علت برخورد نظام با عوامل سایت پارچین را عدم جابجایی این دستگاه به مکانی امن عنوان کردند که با وجود هشدارهای حمله قریب الوقوع اسرائیل در محل اولیه باقی مانده بودند از آنجا که جاسوسان موساد در تمام سایت های رژیم نفوذ دارند گرای این نقطه را به جنگنده های اسرائیلی داده و باعث حمله مستقیم به آن شدند آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که جمهوری اسلامی در یک سال گذشته تحقیقات هسته حساس را از سر گرفته است اما هنوز گامی در جهت تولید جنگ افزار بر نداشته است مقام های اسرائیلی به آکسیوس گفتند که اگر جمهوری اسلامی قصد تولید جنگ هسته ای را داشته باشد باید دستگاه نابود شده را جایگزین کند که در آن صورت نیز اسرائیل می تواند این تلاش را شناسایی کند یکی از این مقامات اظهار داشت که این دستگاه گلوگاه تولید بمب هسته است و بدون آن جمهوری اسلامی دچار مشکل خواهد شد آکسیوس ساعتی پیشتر نیز به نقل از چند مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داده بود که در جریان حمله 5 آبان اسرائیل یک سایت تحقیقات فوق سری جنگ جمهوری اسلامی در پارچین ویران شد. جمهوری اسلامی همواره مدعی بوده برنامه هسته صلح‌آمیزی دارد و نمایندگی حکومت ایران در سازمان ملل از اظهار نظر درباره گزارش آکسیوس خودداری کرد. سایت طالقان دو در مجتمع نظامی پارچین واقع در 20 کیلومتری جنوب شرق تهران یکی از اهداف مورد حمله اسرائیل در حملات بامداد پنج آبان بود. طالقان دو تا زمان توقف برنامه جنگ افزارهای هستهی جمهوری اسلامی موسوم به آماد در سال 2003 یعنی 1382 بخشی از برنامه مزبور بود. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در ارتباط با طالقان دو گفته است که از آن برای آزمایش مواد منفجری مورد نیاز برای بکار انداختن دستگاه ای استفاده می شد. تصاویر محوارهی منتشر شده از طالقان دو به دنبال حمله پنج آبان حاکی از تخریب کامل آن است اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که فعالیت های اخیر در طالقان دو بخشی از تلاش حکومت ایران برای انجام تحقیقاتی است که میتواند برای توسعه جنگ هسته‌ای و یا مصارف غیر نظامی مورد استفاده قرار گیرد یک مقام آمریکایی در این باره گفت فعالیت های اخیر در طالقان دو ممکن است زمین تولید جنگ هسته‌ای بوده باشد او این فعالیت را فوق سری خواند و افسود تنها بخش کوچکی از مقامات جمهوری اسلامی از آن مطلع بودند و غالبا مقامات حکومت ایران از آن هیچ اطلاعی نداشتند. سازمان های اطلاعاتی اسرائیل و ایالات متحده اوایل سال جاری میلادی برابر با دی 1402 از فعالیت های تحقیقاتی جمهوری اسلامی در پارچین اطلاع یافتند. از جمله این فعالیت ها مدل سازی کامپیوتری، متالوژی و تحقیقات مواد منفجره است که میتواند برای جنگافسارهای افزارهای هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد. یک مقام آمریکایی گفت: ماها پیش از حمله پنج آبان اسرائیل، نگرانی سراسری درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی در طالقان دو وجود داشته. هنگامی که اسرائیل در تدارک حمله به مواضع جمهوری اسلامی در پاسخ به حمله موشکی حکومت ایران به اسرائیل بود، طالقان دو به عنوان یک هدف انتخاب شد. به گفته مقامات جو بایدن از بنیامین نتانیاهو خواست به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله نکند تا جنگ گسترده میان حکومت ایران و اسرائیل آغاز نشود اما از آنجایی که طالقان دو بخشی از برنامه هسته‌ای اعلام شده جمهوری اسلامی نبود حکومت ایران نمیتواند بدون اعتراف به نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به اهمیت حمله به سایت مزبور اذعان کند یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت حمله اسرائیل به طالقان دو حاوی این پیام بود که اسرائیلی ها حتی بر موضوعات فوق سری مورد اطلاع ادعای اندکی از مقامات حکومت ایران اشراف اطلاعاتی چشمگیری دارند دست رد اسد و تحقیر دوباره جمهوری اسلامی عزیز نصیرزاده وزیر دفاع جمهوری اسلامی یک شنبه 17 نوامبر در رأس یک هیئت بلندپایه وارد دمشق شد و علاوه بر همتای سوری خود با بشار اسد رهبر رژیم دمشق نیز ملاقات کرد مقامات دو کشور درباره جزئیات گفتگوهای خود اظهار نظری نکردند با این حال در پایان این ملاقات بشار اسد در پیامی کوتاه در تلگرام تاکید کرد که مبارزه برای ازمیان بردن تروریسم وظیفه منطقی و بین است زیرا خطرات آن تهدیدی علیه همه مردم جهان است با این اظهارات از قرار رهبر رژیم دمشق به مقامات خامنه ای گفته است که جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند به بهانه مبارزه با تروریسم در سوریه بماند و نیروی نظامی در این کشور مستقر کند. اظهارات رهبر دمشق در عین حال گویای نزدیکی هرچه بیشتر او به مواضع کشورهای عرب منطقه و خلیج فارس است. به پس از ضربات سنگین اسرائیل به حزب الله و حماس و شرط اسرائیل برای پذیرش آتش بس در لبنان یکی از شروط اصلی بنیامین نتانیاهو برای پذیرش آتش بس در لبنان یعنی توقف حملات به حزب الله، توقف ارسال اسلحه از سوی جمهوری اسلامی به حزب الله از طریق خاک سوریه است. جیمز جفری دیپلمات آمریکایی صریحا گفته است که واشنگتن و تلاویو از نزدیکی بیشتر بشار اسد به دولت‌های عرب منطقه به منظور دور کردن رژیم اسد از تهران و جلوگیری از ارسال سلاح‌های جمهوری اسلامی به حزب الله حمایت می‌کنند. دیپلمات آمریکایی همچنین گفته است که روسیه نیز از این گرایش پشتیبانی می کند و خواستار توقف حملات ایران و نیروهای نیابتیش به اسرائیل است. اگرچه جمهوری اسلامی ایران رژیم بشار اسد را جزء مهم محور مقاومت علیه اسرائیل معرفی می کند، اما از آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس رژیم بشار اسد حتی از موضع در خصوص عملیات نظامی گسترده اسرائیل در غزه و لبنان خودداری کرده است به گفته دیپلمات آمریکایی در نتیجه فشارها و تهدیدهای اسرائیل و آمریکا و نیز ترکیه و دیگر کشورها مواضع بشار اسد تغییر کرده است سفر وزیر دفاع جمهوری اسلامی و هیئت همراه وی به سوریه به فاصله کمتر از دو روز پس از سفر علی لاریجانی فرستاده ویژه علی خامنی به بیروت و دمشق صورت گرفت در این سفر علی لاریجانی حامل دو پیام خامنی ای برای نبیه بری رهبر پارلمان لبنان و متحد حزب الله و بشار اسد بود اما به گفته تحلیلگران عرب استقبال تحقیر آمیز از علی لاریجانی و همراهانش در فرودگاه بین المللی بیروت نشان داد که با متلاشی شدن ساختارها و فرماندهی نظامی و سیاسی حزب الله تهران جایگاه و نفوذ گذشته خود را در لبنان از دست داده است در فرودگاه بیروت کلیه متعلقات علی لاریجانی و همراهانش مورد تجسس دقیق پلیس قرار گرفت و استقبال از فرستاده و مشاور رهبر جمهوری اسلامی در تالار اختصاصی شخصیت های دیپلماتیک صورت نگرفته. برخلاف گذشته نیز اعضای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان اجازه نیافتند استقبال از نماینده مستقیم تهران را بر عهده بگیرند. به گفته ناظران استقبال از علی لاریجانی با همین سردی یا بی‌اعتنایی در فرودگاه دمشق صورت گرفته. به گفته تحلیلگران عرب نه فقط علی لاریجانی در سفر به دمشق متوجه تغییر مواضع بشار اسد شد بلکه خود بشار اسد میداند که ادامه نزدیکی با حکومت ورشکسته اقتصادی ایران به ویژه پس از انتخاب دونالد ترامپ دیگر سودی برای سوریه ندارد همین منابع میگویند که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو صریحا رهبر دمشق را تهدید کرده که ادامه سیاستهای گذشته او در همسویی با تهران وی را با سرنوشتی مشابه سرنوشت اسماعیل هنیه و حسن نصرالله روبرو خواهد کرد یاران و همراهان عزیز و گرانقدر این بسته خبری رو هم به اتفاق به پایان بردیم امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه با ما بمانید برای شنیدن تازه ترین و پنهان ترین اخباری که این روزها در منطقه ما اتفاق میافته لایک و کامنت های پرمهرتون همچنان یاری بخش ماست پاینده ایران